توی این مملکت ما اگه پول و زور و پارتی داشته باشی هر چی که بخوای برات ردیفه اگه متهمی تبدیل میشی به شاک اگه قاتلی تبدیل میشی به قربانی اگه مال مردم خوری تبدیل میشی به مال باخته حالا قضیه این آقای محمد علی نجفی وزیر آموزش و پرورش و شهردار سابق تهران ایشون همینطور که همه شما شنیدین همسر دوم خودش میترا استاد رو توی حمام خونش با شلیک چند گلوله به قدر رسون و با سراحت به قدر اعتراف کرد بعد مدعی شد که ایشون محدور دم بوده یعنی کسی که ریختن خونش حلاله چرا؟ چون گویا همسرش دینی بجز دین اسلام داشته و به گفته وکیل ایشون خانم میترا استاد تهدید کرده بوده که با مردهای دیگه رابطه برقرار خواهد کرد بعد هم گفت که همسرش یه جورایی با نهادهای اطلاعاتی در ارتباط بده و تلفن‌های او رو شنود میکرده از همینجا اصطلاح پرستو توی دهان مردم افتاد البته خیلی ها میگفتن که نجفی خیلی راحت به خاطر پول و پارتیش قصر در میره چون توی تمام جلسات دادگاه ایشون لبخند میزد میگفتن این خونسردی ایشون مشکوکه انگار مطمئنه که اتفاقی براش نمیفته آخه قاتل حرفه هم اینقدر خونسرد نیست چه برسه به وزیر آموزش و پرورش سابق خب دادگاه تشکیل شد و ایشون منکر خیلی از حرفهای قبلی شد خب آدمی که سه تا وکیل مدافع داشته باشه اگه ده نفر رو هم بکشه باکش نیست یکی از وکلای ایشون مدعی شده بود که توی حمام نه تا پوکه فشنگ پیدا شده یعنی اینکه از دو تا اسلحه استفاده شده پس اونیکی اسلحه چی شد اصلا چرا ایشون دو تا اسلحه باید توی حمام ببره انگار آقای وکیل مدافع زیادی حرف زده بود چون آقای نجفی فورا اخراجش کرد دادگاه تشکیل شد و نجفی به قصاص محکوم شد و قرار شد که خانواده مقتول او رو قصاص کنه خانواده مقتول هم از اول گفته بودند که به هیچ وجه بخششی در کار نیست و نجفی باید اعدام بشه وقتی که پول و زور و پارتی داشته باشی یا با تهدید و یا با تطمی میتونی از خانواده مقتول رضایت بگیری خانواده مقتول هم رضایت دادند حال اینکه طبق شایعات خانواده محدول ده میلیارد تومن گرفتن تا رضایت بدن بماند خودشون گفتن که پول نگرفتن ما هم قبول میکنیم که محض رضای خدا رضایت دادن همونایی که توی دادگاه گله داشتن که چرا اتومبیل لکسس میترا استاد به فروش رفته و حسابای بانکیش خالی شده اما مطلبی رو که بنده تا امروز نمیدونستم و حتما خیلی از شما هم نمیدونین اینه که برای قصاص قاتل خانواده مقتول باید نصف دیه اونو ببردازن جلل خالق دخترت توی همون کشته شده و برای مجازات قاتل باید نصف دیهش رو هم بهش بدین حالا دیه آقای نجفی چقدره؟ دویست و هفتاد میلیون تومن یعنی همونطور که میبینین خانواده مقتول باید 135 میلیون تومن برای اعدام آقای نجفی پرداخت کنن آدم باید دیوانه باشه که به جای گرفتن پول دیه پول دیه پرداخت بکنه این طوریه که اولیای دم رضایت داد اما چند روز بعد کاشف به عمل که آقای نجفی با سپردن وسیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد عجب همه وکلا شاخ در آورده بودن بابا طرف قاتله اون وقت با سپردن وسیقه آزاد میشه این چه جور قانونیه دیگه بعد یه زندانی سیاسی که به بیماری سرطان مبتلاست برای درمان به بیمارستان منتقل نمیشه چون میترسن فرار کنه چرا چون نه پول داره نه زور داره نه پارتی حالا جالب اینجاست که دیوان عالی کشور حکم دادگاه قبلی مبنی بر محکومیت نجفی به قتل امر رو رد کرده و گفته پرونده ناقصه کجای این پرونده ناقصه طرف با اسلحه وارد حمام شده یه بالش هم برمان صدا خفه کن تو دستش داشته و به طرف یک زن برهنه شروع کرده به تیراندازی این دیگه تحقیقات میخواد ایشون دستور داده که تحقیقات بسیار مفصلی در این مورد شروع بشه حالا بزنین براتون بگم ممکنه چه اتفاقی بیفته هیچ هیچ بعید نیست که تحقیقات بعدی روشن بکنه که اصلا داستان چیز دیگه بوده در واقع این نجفی بوده که توی حمام مشغول استهمام بوده و مرحوم میترا استاد با بالش و سلاح پر وارد حمام میشه تا نجفی رو بترسونه نجفی برهنه هم برای دفاع از خودش اسلحه ای رو که نمیدونم کجاش قایم کرده بوده در میاره و از خودش دفاع میکنه برای همین نه تا پوکه فشنگ اونجا پیدا شده و گفتن دو تا اسلحه در کار بوده در واقع این قتل عمد یا شبه عمد نبود این دفاع از جان بوده حالا چون میترا استاد فوت شده هیچ بعید نیست حکم قیابی در مورد ایشون صادر بشه و ایشون به قصاص محکوم بشه حالا خانواده میترا استاد این وسط باید بیان یه چیزی هم دستی بدن تا رضایت آقای نجفی رو بگیرن حالا توی همون مملکت یه دختر بیچاره به اسم ریحانه جباری که برای دفاع از ناموس خودش توی سن 18 سالگی با پاکت باز کن یه مرد پلید رو میکشه چون نه پول داره نه زور نه پارتی به اعدام محکوم میشه و حکمم در موردش به اجرا میاد و هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره مملکتی داریم ما